كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، با شما هستیم با یک دیگر از برنامه های سفر آخرت. در برنامه گذشته درباره عذاب قبر و اسبابی که ما رو به عذاب قبر مبتلا میکنه معاذ الله صحبت کردیم و در این برنامه همچنان موضوع خودمون رو درباره سفر آخرت به همراه کارشناس محترم برنامه جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری پیگیری خواهیم کرد. جناب مولانا سلام عرض میکنم خدمت شما. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارک و تعالی في القرآن العظيم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس زائقة الموت صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفرة النيران أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمة همي عزيزان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. در برنامه سفر آخرت در خدمت شما قرار داریم. الله سبحانه و تعالی این سفر از سر همه امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم به خوبی و زیبایی سفری بگرداند و الله سبحانه و تعالی ما را از واقعاتی که در این سفر هست، از لحظه نزع موت، لحظه نزع روح، قبض روح تا داخل قبر و تا حشر، از اون واقعاتی که سخت شدیده، الله همه ما و شما را حفظ نماید. آمین. جناب مولانا در برنامه گذشته درباره اسباب عذاب قبر صحبت کردید. چه مواردی به ما کمک میکنه که ما از این عذاب نجات پیدا بکنیم و خدای نکرده دچار این عذاب نشیم و مبتلا نشیم به عذاب قبر؟ اعمالی که انسان را دچار عذاب قبر میکرد در برنامه گذشته اشاره کردیم. اسباب عذاب قبر و خوب است که اعمالی که مار از عذاب قبر یا از فتنه قبر حفظ میکنه باید اونها رو هم بدانیم و بفهمیم. اولین چیزی که انسان را از عذاب قبر حفظ میکنه ایمان قویه. انسان ایمان قوی داشته باشه و ایمان قوی چگونه بفهمیم که ایمان قویه؟ در حدیث رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند من را منکم منکرن فلیغیره بیده فإن لم یستطع فیغیره بلسانه فإن لم یستطع فیغیره بقلبه و ذلك اضعف الایمان. اگر هنگام کسی که منکری دید، اگر ایر اول میتونه به دست معنا کنه، اگر نمیتونه به زبان بگه، اگر به زبان نمیتونه به قلب بد بوره، وقتی به قلب بد برد
این دیگه ضعف ایمانه. اما اگر در مقابل منکر استاده شد و با دست منع کرد، پیش روی منکر گرفت، این انسان دارای ایمان قویه و این انسان از عذاب قبر و از فتنه قبر محفوظ میمانه و حفظ میشه و در حقیقت انسانی که برای ازی گفته میشه نوم که نومت العروس. دوم چیزی که انسان را از فتنه قبر و عذاب قبر حفظ میکنه مسئله توبه. انسان باید همیشه تائب باشه. وقتی که میخوابه فکر بکنه که من امروز از صبح دچار گناهی معصیتی اگر شدم فورا توبه کنه. اگر حق الله از الله سبحانه و تعالی معذرت بخواه، از الله سبحانه و تعالی طلب مغفرت کنه، و اگر حق الناس مراجعه کنه فورا به طرف شخص و از اون معذرت بخواه، حق تو رو خوردم، حق تو رو تلف کردم و بالاخره دارید نگذاره پایین کنه از دنیا بره. و در حدیث رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماین که الله سبحانه و تعالی ید بلا کیف خود را دراز میکنه در روز، یبسط بالنهار، تا اینکه گناهکاران شب در روز توبه کنند. و اگر کسی در روز گناه کرده، الله سبحانه و تعالی ید بلا کیف خود در شب دراز میکنه تا انسان‌هایی که در روز گناه کردن شب بیاین دست با ید بلا کیف الله بگذارن توبه کنن. پس الله سبحانه وتعالی این همه فرصت را داده به خاطر چی؟ تا یه انسان توبه کنه و بره وقتی داخل قبر میره دوچار عذاب نشه. پس توبه موضوعیه که باید هر انسان متوجه این قضیه باشه. پنج وقت نماز به خاطر چیه؟ به خاطر که شبانوز پنج مرتبه انسان بیاد خدا بفته و از خداوند طلب عفو بکنه. اگر پنج وقت نمازه، اگر روزه رمضانه، اگر حج، اینها همه قضایاییه که انسان رو متوجه میسازه که انسان توبه کنه. و این موضوع هم مار فریب نده که باشه فردا توبه میکنم، باشه شیش ماه بعد، باشه رمضان بیایه توبه میکنم، حج میرم توبه میکنم. اینا قضایای یک شیطان فریب میده. در جریان عجل ما صحبت کردیم که یک لحظه هم فرصت نمیده، یک ثانیه هم فرصت نمیده. پس از جمله اعمالی که انسان را از عذاب قبر و فتنه قبر حفظ میکنه قضیه توبه یه که الله توبه نسور نصیب ما و همه بینندگان ما بگردانه. سوم ادا کردن حقوق. ما در عذاب اسباب عذاب قبر گفتیم که یکی از او قضایا کسی که قرض بود دین را ادا نکنه. کسی که ادای حقوق داشته باشه، حقوق هم حقوق الله و حقوق الناس. چنین نمیشه که یک نفر حق خدا را همه را ادا کنه، حق بندگان خدا را فراموش کنه. یا همیشه بعضی انسان ها به این فکره که همیشه به فکر حق الناسه، حق خدا رو فراموش کرده، نه نمازی، نه طاعتی، نه عبادتی، نه رازی، نه نیازی، راز و نیاز نداره، دعا نداره، نیایش نداره به درگاه الله سبحانه و تعالی. نه، فقط کسی از فتنه قبر و عذاب قبر حفظ میشه که ادا کردن حقوق باشه، حقوق الله سبحانه و تعالی و حقوق بندگان الله سبحانه و تعالی. چهارم، اکثار یا الاکثار من الاعمال الصالح، حرکت کردن به کثرت اعمال صالح. اعمال صالح زیاد انجام بده، عاشقانه انجام بده. اعمال صالح چیه؟ نماز، روزه، زکات، حج، صله رحم، ذکر الله سبحانه و تعالی. اینا همه جریانیه که انسان را از عذاب قبر و فتنه قبر نجات میده.
اگر کسی نماز خالصانه و مخلصانه میخونه، روزه خالصانه و مخلصانه میگیره، حج خالصانه و مخلصانه انجام میده، اینها او را از عذاب قبر و فتنه قبر حفظ میکنه. ششم که در حدیث آمده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم همیشه دعا میکردن، استعاذه بالله تعالی، پناه جستن به طرف الله سبحانه و تعالی. رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکردن، اللهم اینی اعوذ بک من عذاب القبر یا من فتنة القبر. انسان ایر همیشه ورد زبان بسازه، چون به داخل قبر غیر از ذات اقدس الهی دیگه هیچ کس به درد انسان نمیخوره. حتی در صحرای محشر الله سبحانه و تعالی برای رسول خود حبیب خود اذن شفاعت میده که بعدا اشاره میشه. در اونجی پیامبر صلی الله علیه و سلم میآیند دست یک گناهکار، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم شفیع المذنبین، گناهکارا رو شفاعت میکنن، رسول الله صلی الله علیه و سلم به سراغ اونها میآید. اما داخل قبر جاییه که فقط باید انسان ارتباط خاص 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 خود با الله سبحانه و تعالی، هیچ کس به داخل قبر نیه که به درد انسان و به بالاخره به کمک انسان بیایه غیر از ذات اقدس الهی. و ذات اقدس الهی هم شکل ای صندوق اعمال عیار کرده که برای خود انسان اختیار داده، که یعنی ای اعمال را انجام بدی قبرتو میشه روضت من رياض الجنه، نماز، روزه، زکات، حج، صله رحم و بالاخره ذکر الله سبحانه و تعالی و مسئله پناه جستن به خداوند. اللهم اینی اعوذ بک، یا الله با تو پناه می جویم از عذاب قبر، که دعا رو پیامبر صلی الله علیه و سلم داشتن. ششم در حدیث آمده که از عذاب قبر کی حفظه، از فتنه قبر کدام اشخاص در امانن. الذی یموت الذی مات مرابطا، مرابط کسی که ملازمت در راه الله سبحانه و تعالی داره، مجاهد فی سبیل الله، ولو که اگر شهیدم نشه فقط در راه الله سبحانه و تعالی بوده و ملازمت داره و از حدود و مرزهای اسلامی حفاظت داره، حمایت داره، حراست داره، این کسیه که از عذاب قبر و از فتنه قبر محفوظه. چون زیاده سریتر میگذاریم، هفتم الذی یموت یوم الجمعه، یک امتیاز داده شده در حدیث آمده که کسی که در روز جمعه بمیره، انسان مؤمن در روز جمعه وقتی که قبض روح بشه، برای از یک نعمت، یک فضل الهیه، ای از عذاب قبر و از فتنه قبر محفوظه. بعضی از انسان ها بین جامعه و اینها میگن که فلانی در روز جمعه یا در ماه مبارک رمضان در این ایام مخصوص فوت کرد، دیگه از این سوال نمیشه. مسئله سوال نکیرین برای همه هست، از همه پرسان میشه، استثنا نداره، از همه پرسان میشه. ولی از شهید پرسان شد میره و بهشت، از مؤمن پرسان شد در قبر، نوم که نومت العروس گفته میشه. هفتم اینه که الذی یموت یوم الجمعه، این فضل جانب الله سبحانه وتعالی که هر انسانی که در روز جمعه بمیره، عذاب قبر و فتنه قبر بریازیش نیست. هشتم شهید فی سبیل الله، که برالایی که به فتنه قبر و عذاب قبر روبرو نمیشه. اصلا دوری که قبل جلسه گذشته اشاره کردیم که برای شهیدی که فقط در راه الله می جنگه و جام شهادت می نوشه، بعد از سوال نکیرین علی طول میره در جوار پروردگار عالم و در بهشت و با او صفاتی که کیفیتی که گفته شده که در منقارهای مرغان سبز در سیره و در بهشت در حالت پروازه.
که الله سبحانه و تعالی شهادت پاکر رضایت اونه نصیب ما بکردانه. نهم الذي يموت بداء البطن. در روایت آمده که کسی که در اثر درد، او هم درد بطن، بیماری های داخل شکم، وقتی که از دنیا میره، این انسان درجه داره و عذاب قبر و فتنه قبر دچار نمیشه. دهم زنی که در حالت وضع حمل، در حدیث میاره که وقتی که اولاد در به دنیا میاره، از اثر آوردن اولاد ای از دنیا میره، ای زن چی مقامی داره، چی شایستگی داره؟ اینه که چون شهید سختی میشه، سختی کشیده، سختی قبر رو نمیبینه. این فقط برای از زن گفته شده. در حدیث میاره که زنی که در وضع حمل، در آوردن اولاد به دنیا، وقتی شهید میشه، از فتنه قبر و عذاب قبر این محفوظه و در قبر راحت میخوابه و زندگی میکنه. یازدهم الموت على عمل صالح، که برای ما و شما هم این یک امیدواریه که او کسی که بر عمل صالحی که روانه و مرد، فتنه قبر و عذاب قبر دامنگیر از او نمیشه. کی؟ کسی که اگر در مسیر نماز باشه، در مسیر جهاد باشه، در مسیر خلاصه صله رحم باشه، در مسیر تحصیل باشه، در مسیر علم باشه، و خصوصا داعیان الالله که همیشه اگر میخوابن فکر میکنن که صبح بشه باز از پیام الهی برای بندگان الله چی بگم، اگر وقتی که کتاب برمیدارن و فکر اینن که چی گفته بشه بریه، که الله سبحانه تعالی ما و شمار از جمله اشخاصی بگردانه که شب و روز ما در عمل صالح باشه، چون نیت ما و شما یقینا نیت همه داعیان الالله اینه که بندگان الله سبحانه نه تنها خودنا در راه صالح بودن و در راه عمل صالح قدم بگذارن، این فکر داعی اینه که کل انسان و انسانیت بیای عملی و عمل صالح بشه. این نیت، نیت داعیه، نیت یک دعوتگره، چون داعیان الالله در مسند انبیاء علیهم السلام نشسته اند و انبیاء علیهم السلام همیشه در فکر خوشبختی انسان و انسانیت بودن. این انسان ها کسانی که الذین علی عمل صالح، بر عمل صالح روان هستن، وقتی بمیرن از فتنه عذاب قبر محفوظم. دوازدهم در حدیث میاره اشخاصی که در سیلاب از بین میرن، سیلی میایه و اونها غرق میشن، حتی در دریا غرق میشن، در حالت کشتیان و بالاخره روانن در مسیر سفریان که او سفر به طرف معصیت، گناه و معصیت نباشه، اینها از فتنه قبر و عذاب قبر محفوظن. یعنی خلاصه میشه که به ای اشخاص در داخل قبر گفته میشه نوم که نومت العروس و اون من رب و کم دین و کم من نبی و کر، درست و صحیح جواب میدن، براحتی جواب میدن. همچنین سیزدهم کسانی که خانه بر سر اونها فرود میایه، خانه منهدم میشه، اونها زیر خانه میشن و که در ادامه حدیث سیلاب و غرق و ای ذکر میشه، چون به حال یک عذابی دیدن، عذاب دیدن و سختی کشیدن، بهتر مصیبتی دیدن. بله بله بله، سختیر سختیر الله سبحانه وتعالی برای مؤمن وقتی در دنیا دید دوباره تکرار در آخرت از او کم میشه. چهاردهم استقامت در دین. وقتی که مصائب و مشکلات سر انسان مؤمن بیایه، او استقامت میکنه، صبر میکنه در مقابل مصائب و مشکلات
وقتی این در او حالتی که او صبر داره و استقامت داره در دین از دنیا میره، از فتنه قبر و عذاب قبر محفوظه. پانزدهم، حسن ظن به الله سبحانه و تعالی. گمان نیک، اشخاصی که با الله سبحانه و تعالی گمان نیک دارن. گمان نیک چگونه؟ وقتی که الله سبحانه و تعالی میشناسن، معرفت به الله سبحانه و تعالی، قدرت الله سبحانه و تعالی دیگه، بری از اونا دیگه وقتی به مصائب و مشکلاتی برسن، این گمان نیک با الله سبحانه و تعالی دارن که الله سبحانه و تعالی اینا را از این مشکلات نجات میده، از این غم نجات میده، از این بالاخره توکل به الله سبحانه و تعالی. حتی دعا میکنن به شک و تردید نیان که دعای ما قبول میشه یا نمیشه. بله قبول میشه، الله سبحانه و تعالی قبول میکنه. و در دنیا به هر مصیبتی که گرفتار بشن خیلی غمگین نمیشن، میدانن معصاب مصیبت الا باذن الله. پس این انسان هایی که حسن ظن با پروردگار عالم دارن از عذاب قبر و از فتنه قبر در امانه. شانزدهم، انسان های متقی و پرهیزگار که در روایت آمده، تقوا، انسانی که تقوا داره. تقوا چیه؟ به طور خلاصه و فشرده اینه که اگر انسان حرام نخوره، حرام بری و میسر میشه. چون در شرایط امروزی اگر ما او سختگیری هایی که در عرصه تقوا آمده شاید کمتر باشه، ولی برای بیننده عزیز اینه که فقط حرام به تو میسر میشه و خور از حرام باز میداری، این انسان متقیه. و درجه دیگر از اینه که از این اشیای شبهه انسان خور دور بداره، این باز درجه بالاتری داره، درجه بالاتره تقواه که از شبهنا انسان پرهیز بکنه. دع ما یریبک الی ما لا یریبک. هفدهم، صدقه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. انسان باید در دنیا با صدق زندگی بکنه، و صدق بر نیکیه، و این صدق راستی انسان را جز صادقین میکنه، و صادقین و صدقین از فتنه قبر و عذاب قبر محفوظن. هجدهم، مداومت بر طاعات. انسان هایی که مداومت داره به نماز خود، به روزه خود، به زکات خود، به حج خود، بالاخره توجه خاصی داره. یعنی وقت نماز میرسه سر تا پا متوجه نمازن، وقت زکات میشه توجه اینا، این احساس میکنن که من نماز میخونم چون دستور اللهیه، من زکات میدم دستور اللهیه، حج میرم دستور اللهیه. مداومت بر طاعات، که مداومت باشه، چنین نباشه یک روز نماز بخونه، یک روز نخونه، یک روز زکات بده، یک روز نده، بالاخره در این قسمه. نوزدهم، ذکر موت و قصر العمل. یاد مرگ زیاد داشته باشه و کوتاهی خواهشات، دنبال آرزوها و هوا و هوس و اینها نگرده و نمیره و موت زیاد یاد میکنه. هر لحظه مرگ دم رو از او میایه. خانه قبر و اولین منزل از منازل آخرت هر لحظه فکر میکنه. این انسانی که آرزوی کم در دنیا، یعنی تمام آرزوها، هواها، هوسها پشت پاه زده و مرگ رو مد نظر داره، ای از فتنه قبر و عذاب قبر در امانه. میستون، انسانی که نیت خیر داشته باشه. انسانهایی که اونها نیت بدی به هیچ کس ندارن، یعنی دل پاک دارن، دل پاک دارن، نیت پاک دارن. حتی نیت پاک و دل پاک و نیت پاک و خیرخواهی برای کفار، برای کفار. چگونه برای کفار؟ مسلمان نباید به فکر باشه که کفار از بین برن و بدون ایمان. نیت مسلمان باید ای باشه که ای الله، کفار هدایت بشه، ایمان نصیب اونها بشه و اینا از آتش ابدی خدا نجات پیدا کنن. اینها شما بینید وقتی که صحنه جنگ
جواز پیدا میکنه که کافر کشته بشه. به خاطر چی؟ به خاطر که اگر او کافر مسلمان نکشه، خب کافر مسلمان میکشه. مثلا آمده که و قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافه. وقتی شما قصد کشتن شما دارن، شما قبل از اونها قصد کشتن اونها را بگیرید. مقابل به مثل میشه. مقابل؟ مگر ای که کفاری که امروز در دنیا هستن، مسلمان باید به این نیت باشه که کافر مؤمن بشه و انسان مؤمن متقی بشه و پرهیزگار بشه. پس نیت خیر و خیرخواهی به انسان ها سبب امان ماندن از عذاب قبر و فتنه قبر، یعنی از عذاب قبر و فتنه قبر در امان ای انسان. که به طور خلاصه و فشرده ای نمونه ای از نمونه های اعمالی که انسان از فتنه قبر و عذاب قبر محفوظ میشه، که الله سبحانه وتعالی ما و شما عامل بگردانه. آمین. خیلی ممنونم جناب مولانا، استفاده کردیم. صحبت پایانی شما رو با بینندگان عزیز بشنویم. صحبت پایانی اینه که الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که از او اسبابی که سبب عذاب قبر میشه خوردور بداریم و از او اعمالی که سبب این میشه که ما از فتنه قبر و عذاب قبر محفوظ بشیم خود را عامل بگردانیم به اعمالی که سبب راحتی ما در داخل قبر میشه. از الله سبحانه و تعالی میخواهم که ای الله قبور همه ما و اموات ما را روضه من رياض الجنه بگردان. آمین. خیلی ممنونم شما مولانا و همچنین از شما بینندگان عزیز، تشکر میکنم و الله متعال رو خواهیم که تمام گذشتگان ما رو، پدران، مادران، خواهران، برادران، همسران، فرزندان، دوستان، آشنایان، اساتید، شاگردان و تمام موحدین رو که قبل از ما از دنیا رفتن مورد رحمت و بخشش خودش قرار بده و همیشه عزیزان رو تو برنامه بعد بالله متعال می سپرم. الله یارو نگهدارشون.